سلام، هاي، هلو، اولا، هالو، بونجور، گودن تاگ، سلام علیکم، مرحبا، درود. هلو، حالتون چطوره؟ امیدوارم که سالم باشید. چندم امروز بچه ها؟ سوم فروردینتون مبارک، بهارتون سه چارک. اومدم بیام لایو، دیدم یکی دوتا از بچه ها به هم دایرکت دادن شیری نمیخوای در سال جدید بری بیای لایو؟ گفتم اتفاقا همین الان خواستم بیام لایو. خلاصه خوشحالم که یک سال دیگه ما در خدمت شما هستیم. ایشالله که توی امسال، همین امسال 1402، ایرانمون آزاد بشه و امیدوارم که سرنگونی جمهوری اسلامی رو به چشم ببینیم، آزادی ایران رو به چشم ببینیم، شادی و عدالت رو در ایران دوباره به چشم ببینیم. نوروز همگی پیروز. دارم فکر کنم بریم حرف و ظرف. موهامو دوست دارین؟ من موهامو دوست دارم. نظرتون چیه بریم حرف و ظرف؟ ولی میدونید چیه مشکل؟ اینه که من نگهدارنده گوشیم شکسته که بخوام دم ظرفشویی نصبش کنم. موهام بلند شده. آره، نونی استایم. خیلی خوشحالم بلند هم تو بلند بشه تا کف پا. قربون شما، قربون شما. بذارید ببینم این بچه رو اینجا اول ببینید، قربونش برم. اینم هفت‌سین. خب هم باید شارژر رو بذارم اینجا یه جوری که این گوشی رو نگاه. اینو میتونم اینجا بذارم. اکچولی خیلی دلم براتون تنگ شده. حرف و ظرفامون، رقصامون، اصلا یه وضعیتی. قربونت برم. سومه میگه ما نگه دارنده نمیخوایم، قول میدیم خودمون یه جا وایسیم. عزیزم امروز بریم حرف و ظرف، فردا بریم حرف و خرج. نه نه نه، حرف و خرج فعلا تا ماه دیگه که من حقوق بگیرم نداریم. بسته دیگه، انقدر خرج کردم. ایمان جان میگه شما حرف بزنیم با دوستان، من میرم ظرفا رو میشورم. ظرفا کمه، ظرفا کمه. خب اصلا نگران نباشید، ظرفا کمه. یکم هم برم داخل باغچه. باشه، داخل باغچه هم آخرش میریم. میگه فقط شما حساب بده. بذار پنجره باغچه رو یکم نشونتون بدم. خب فلفل هم که نشون دادم اون موقعی که فلفل گوشوب مچانا قلومبه مامانا تلا تلای این پسر قند مامان، این پسر قشنگه قشنگه، این شیشویه میچنگه، حالا جگر تلای ای قند مامانه، بخورم 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 بخورم، سوسیس سوسیس چالایی، خودت سوسک سیایی، آچنگلان ماما آچنگلان ماما، قنبل قنبل تلایی، آچیک جمع چنا. کجا میری؟ الان یه کافی میچسبه فریده. بچه ها بیان کافی، که من فقط توی روز یک دفعه قهوه میخورم. خب ولی چایی
چایی ها، البته ما چایی همون چای ایرانی نیست دیگه، چایی همین تی بگیه انگلستانو. کتری و بار میذارم، سفره هفت سینما میخوای ببینی؟ بذار ببینی. بچه ها یادتونه رفتیم هفته پیش حرف و خرج سبز نعنا گرفتم؟ ببین چه قشنگ بلند شده این سنبولام، هم نمیدونم کی میخواد باز بشه. اینم سومق، سیر، سیب، سرکه، سمنو، سکه، تهمرغ. اینم یه دفتر که گذاشتیم مثلا کتاب. دل منم براتون تنگ شده بود، به خدا به خدا. آره آفتاب قشنگم روی هفسین میفته، آفتاب آفتاب که میشه خیلی کیوت. الان میخواد آفتاب بشه، زمین اینو بکشم کنار، زشت کرده منظره ره خراب کرد. میگه چرا منم اینجام ولی چایمون همیشه ایرانی، کتری برقی و وارمر شمی. ببین آخه من چای خورم نیستم، ما اصلا من و چارلی نه چای خوریم نه در طول روز قهوه خوریم، اصلا خیلی دلمون نشد بخواد سری دیگه یک چای میوه‌ای چیزی درست میکنیم، برای همین چیز نه یه قوری خوشگل و وارمر و همه این داستانا رو هم داریم آه. ولی برای تزئینه. آقای فرنگی هم خوبم، فیروز جون سلام خدمتتون. آفتاب رره، آفتاب رره اومد. به به، لا 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 لا. گربه من 1 سالشه، با تشویقی میتونم تربیتش کنم دست بده یا صداش میکنم بیاد. آره بابا بستگی به گربه داره ها، گربه با گربه فرق کن، گربه هاتون اذیت نکنین بچه ها. گربه ها مثل سگا نیستن که همشون واقعا قابل تربیت باشن و به حرف شما بخوان کار بکنن. گربه میتونه، یعنی واقعا اکثر گربه ها اتفاقا تربیت کردنی نیستن، اذیتشون نکنید بعد استرسی میشن مریض میشن. یه سری گربه ها یکم مدلشون سگ تره، قابل آموزش ترن. مثلا این بچه من که الان رفت بیرون، خب این اصلا گربه بیرون برو نبود که الان گربه بیرون برو شده، نگاش کن. ولی خب من چیزش کردم، بهش یاد دادم که بیرونم میره مثلا جای دونر، ولی مثلا باهاش عینهو یک مادر گربه برخورد کردم. مداد آبیمو هستی نوکرم. خب آب ما جوش اومد، بذارید یه چای درست کنیم دوره هم. این لیوانه رو نگاه کن، چارلی برام گرفته، نوشته حتماً توی این لیوانم پر موی گربه است. قربونش برم گربمو. جیگر مامان این پسر قنده، مامان این پسر قشنگه، قشنگه این پسره میشنگه. چایی هم که بهتون میگم چای کرنبری و رزبری درست میکنم بچه ها. شیرین اون کار چی شد گفته بودی؟ کدوم کار مامان جون؟ یکم برام بیشتر توضیح بده. کدوم کار؟ من کار زیاد میکنم. از فندق بیشتر فیلم بگیر؟ فندق نه، فلفل. فلفل. دوستان صدا دارید؟ الو؟ گوگوشتان صدا میایه؟ بچه اینجان بچه دارید یا نه؟ نه قربونت برم، من بچه ندارم، دوستم ندارم بچه داشته باشم، معزول آدم انام، ببخشید.
والا موهاشون هم با ارزش این زیباها. باری کلا آزاده معلومه آدم بسیار با شعوری هستی. گفتی برات کلی انرژی مثبت بفرستیم پرش. فرن یا فرنگیس ندیدی مگه مامان جون؟ برنامه نوروز عید نوروز 1402 کانال افغانستان اینترنشنال رو من ساختم دیگه. شما برام آرزو موفقیت کردین، برنامه هم خیلی موفقیت آمیز بود. دست شما درد نکنه که برام آرزوی موفقیت کردی. بزنین بیارتون این برتر، این گله اینطوری آویزون خوشگل میشه. خب ظرفا رو بزنیم بشوییم تا این چایه سرد بشه، ولی خب زود سرد میشه. فرانکی، فرانک جون خوشبختم. پس دیدی دیگه لازم آره بیشتر از چه برندی استفاده میکنی؟ میبلین میگه می بلین اینجا، میگه نه من نمیلیدم، لیدن کال خوبی نیست. نادی میگه خیلی خوبه که انرژی اینقدر زیاده، من شما رو میبینم انرژیم زیاد میشه، جیگر طلاهای مادر. من دو سه روز زشت شدم نمیدونم چیکار کنم. ببین اصلا نگران نباش، برمیگردی به حالت خوشگلت. دو روزم زشت باش تنوع. یکم توضیح بده پیشنهاد افغانستان رو از کجا شد اگه فضولی نشده؟ نه فضولی نیست عزیزم دیگه، بالاخره خب اسمی ما در کردیم، قمپوزی در کردیم، میشناسنمون. یه روز زنگ زدن گفتن که سیرین ناصری شما شیرین نه؟ گفتن بفرمایید. گفتن شیرین نه ما میخوام برامون برنامه بسازی میایی؟ اینجوری نگفتن. اون آقایی که الان رئیسمه زنگ زد، شماره ما از دیگران گرفته بود، گفتش که ما تو افغانستان اینترنشنال دنبال یه تهیه کننده هستیم که میخوایم برنامه نوروزمونو بسازه، شما هستین؟ گفتم هشتم ولی خشتم. گفتم که بله هستم اکر خودامه. و اینجوری شد که قرارداد بستیم و شروع به کار کردیم. کامنت ها ایستاد، قلب من وایساد. چرا یهو کامنت ها ایست میره؟ دوتا ماهی با هم به هم به مشکل میخورن، میدونی کجا میرن؟ میرن بیشه پیراهن. ایوال ایوال. یکی دیگه هم بود آوری از این جوکا خیلی دوستم. دوست دارید بیایید عید دیدنی خونه ما با فلفلی و چارلی؟ آزاده جون میپرسن. قربونت برم دوست دارم ولی توانشو ندارم. تو برنامهشون ظرفم شدی؟ آره دیگه، کار تهیه کننده همینه دیگه، میریم ظرف میشوریم. بغدادی شهین لاغر شدی خوش باد. نه لباسم گشاد کردم، این کارو بکنین جواب میده. سلام خوبم الهام جون، تو خوبی؟ همه جا پای یک زن، اونم ایرونی در میونه حتی افغانستان. نو کردم گوش نمی کنی به حرفای من. یس تایم چی گفتی؟ نشنیدم حرفتو. اکسکیوز می این چیه روبولی؟ ابا حرف نزن بابام هستش پلیس. حالا تعادل ندارم میخورم لذا، اینا چیه خانم هستش رو میز؟ پایه نیستم ممنوع جات، اگه رژیم نیستی بخور سبزی جات، نخور دیگه گز اصفهان، بشه که من مثل اصفهان استکان. خانم ببخش چرا نشستی؟ خانم ببخش پاشو برقص مستم، ببخش پاشو برقصی کم، ببخش ببخش. در این ساعت باقی مانده از امسال تا
تمام کسانی که اذیتم کردند، اشکمو در آوردند، روح و روانم آسیب زدند رو نمیبخشم و در سال جدید بی ادب. عاطفه بندازمت بیرون، بی ادب. ظرفاتون منتظرم. آره یه قلوب از این بخورم جون حاجی، آب دهانم کف کرده دیگه. کپی دوست دختر قبلی می نکنه خودشه. های مراد جون، My beautiful new friend، دوست جدید قشنگم. میگم من گفتم از هواپیما خیلی میترسم، چند روز دیگه هم یه سفر 12 ساعته دارم، حرفی سخنی راهنمایی. خب چی گفتی؟ میترسی از هواپیما؟ حرفی سخنی که تنها چیزی که میتونم بگم اینه که ببین چقدر دلت میخواد بری اونجایی که 12 ساعت فاصله داره، بعد بشین تو هواپیما، بعد از اینکه رسیدی فکر کن میخوای چی کارا کنی، ببین میارزه، اگه نمیارزه نرو. قربون شما، همه تون سال نو مبارک. محمد جان سال نو شما هم مبارک. خب پس همه جا هم میری دیگه، میگی با ترس و لرز. اب نداره، به قول مشهدی ها میگن اب نداره، بذار بره گمره، خوب میشی، شل کن. رفتی رفتی هستی. بسه من شما رو جا به جا کنم. خب خب خانم ها مراحل، آقایون هم همینطور. میگن میگم خانم ها، دارم ادا در میارم. خانم آقایون عزیزان توجه کنین، مواد لازم برای ظرف شستن: دستکش گل مریم، روز مریم، نگین همتی، مرسی که برای من بج خریدی، Thank you so much for buying me a badge. Oh my god نگین، You're such a cutie. این بچه های دختر پسرهای LA هستن، California. Oh my god, how could you do that? Oh my god. Oh my god, Chloe. Your kitten is so beautiful. خب، نیت میکنیم. باره بطن الالا فلوپی دو. دیگه چه خبر؟ خودتون بگیان. بچه سوال بپرسین جواب بدم. منم متنفرم از ظرف شستن ندا. ببین از اون 6-7 ماه پیش که انقلاب ما شروع شد و من ظرف و کنسل کردم، میتونم بگم از 10 بار کمتر ظرف شستم، شاید باورت نشه. و فقط دیگه ظرف شستنهای من تو لایو اتفاق میفته. اون 10 باری هم که میگم ظرف شستم مجبور بودم، میفهمی؟ خب اولی سوالی که پرسید شد سوال بسیار باهوشمندانه ای بود، خیلی هوشمندانه بود. گفت چرا ما تو شونه نمی کنی؟ تو خیلی باهوشی، خیلی. دوست پسر چجوری پیدا کنی؟ مواد لازم. عشو خرکی 2 کیلو، پشت چش نازک کنی اینطوری 3 کیلو. منم کار خونه دوست ندارم ندا جون. چه کار کنیم به ظرف شستن علاقه من بشید؟ هیچ کار نمیشه کرد. گوشی تو بذار جلوت، اگر نمیتونی بیای لایو فیلم بذار نگاه کن، یا کتاب صوتی یا پادکست. آقا پادکست رو خوب بگیریم قورت بدیم قرقره کنید ها، اگر تا الان قرقره نکردین. دمشون گرم. چقدر این پادکست، چقدر این تیم قشنگه برای ما محتوا تهیه میکنن، چقدر مهمه، چقدر در
آموزش و پرورش ملت ما این پادکست رو تأثیر مهمی داره. خوش اخلاقم؟ دختر اردیبهشتی میگه من خوش اخلاقم. سگمو ندیدی؟ از تجربه خودت بگو، از اینکه چجوری توی غربت تنهایی بتونیم حال خوبمون رو. خب ببینین عزیزای من، به قول امپراتور کوزکو، ببینین شما باید ببخشید داد زدم، میدونم گوشای عزیزان بعضی ها اذیت میشه داد میزنیم، گوشای خود من آخه در دیگه اذیت میشه. پادکست رخ آره، بچه ها سوالاتون آروم بپرسین من بتونم به همهشون جواب بدم. ببین آدم با آدم فرق میکنه عزیز من، هیچ معجون خاصی نیستش یا هیچ رمدی مشخصی نیستش که بگی آی ملتی که میخواهید مهاجرت کنید این گونه با این کار و این کار و این کار و این روش و این روش شما میتونید بعد از مهاجرت چیز بشید، مثلا حالتون خوب بشه. نه، ولی زحمت بکشیم و به خودمون باید فشار بیاریم، ترسامونو بذاریم کنار. من میدونم خیلیا سر داستان زبان میترس، زبانشون خوبه ها، ولی نمیدونم چی میشه، همین که پامو میذارم بیرون خونه میترسم. خب آره همه ما میترسیم و خیلی طبیعیه که بترسی، ولی این بهانه خوبی نیستش که تا آخر عمرت بخوای خودتو تو خونه حبس کنی. بهانه این توجیه نیست، این یک بیان واقعیتیه که میتونه واقعیتتو تغییر بدی، تو میتونی به ترسات فایق بشی. بحث سر اینه که چقدر دلت میخواد که تغییر رو در زندگی خودت ایجاد کنی، میفهمی؟ تغییر با درد همراه هست، نقطه سر خط. دردش چیه؟ دردش ترسیه که آدم داره، دردش ممکنه. ببین هیچکی که به شما نمیخنده، خب ما ایرانی ها حالا اخلاقمون کم کم درست میشه بعد انقلاب ایشالله، ولی ما ایرانی ها فقط خودمون انقدر بچگی زدیم شخصیت همدیگر رو، از درون خانواده، از افراد نزدیک خانواده تا الا ماشالله، ما فقط توی این رفتار مریض فرهنگ ایرانیمون یاد گرفتیم که ببخشید برینیم به هم دیگه، فقط قهوه کنیم و زایه کنیم هم دیگه رو، تا یکی توپق میزنه بخندیم مثلا فقط به خاطر اینکه یارو لهجه داره ببریمش زیر سوال، اینا نهادینه شده. خب حالا شما اومدی خارج، تصور که اومدی انگلستانو، خب میگی میترسم به هم بخند، هیچکی بهت نمیخنده، فقط خودتی که به خودت میخندی. چرا؟ چون یادت دادن، چون اینطوری تربیتت کردن که خودت به خودت بخندی. حالا از یه جا به بعد دیگه باید داستان عوض بشه، میو میو عوض بشه، از یه جا به بعد باید تصمیم بگیری که باشه آقا جون اصلا من زایه میخوام حرف بزنم، من میخوام شکست دست و پا شکسته حرف بزنم، من میخوام speaking English is very good and I am a book on the window حرف بزنم. حرف بزن هیچ اتفاقی نمیفته. چی میشه؟ میمیری؟ نه نمیمیری. فوقش اینه که خودت به خودت یا یه کسی مثلا احتمالاً هم زنت، شوهرت، بچت، فرزندت یا رفیقت بخواد بهت بخنده، یه بار بزنی تو دهنش دیگه نمیخنده. ممکنه بگه واه 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 چه بی جنبه، بگو همینی که هست، عوضش تا آخر اون بدبخت و عزلت گزینی رو نمیگزینی. چین جان اگه جسارت نیست دوست دارم گم امروز بگم امروز خوشگل شدی، میدونی؟ بله مرسی، چشاتون خوشگل ببینه. آقا اندی فرمایند تو ماه آسمونی در شب تارم، وقتی که شب سیاه من تو رو دارم، تو تک ستارم. چه خوشگل. برای جلسه کوچینگ ثبت نام کردم، فقط از چه طریق ارتباط برقرار میشه؟ کدوم اپ؟ عزیز دلم روی گوگل میته، توی اون ایمیلی که برات فرستاده شده اتومات لینک جلسه‌مونم خواهد بود، میبینمت زود. در یک کسی که
بچه تلفنم زنگ زد، الان صدامو دارید یا دوباره این رفت توی باقالیا؟ ایمان برسه چرا جاروبرقی و افسردگی میگن بگه همش تو کمد نگهشون میدارن. نه اتفاقا 4 سال دانمارک هستم، وقتی دانمارکی حرف میزنم دانمارکی ها خیلی به من کمک میکنن. اصلا مریم همینه، به قرآن به جون خودم، تنها کسایی که به شما ممکنه حس بد راجع به زبان دوم صحبت کردن بدن همین نزدیکانتونن، که اونا هم باید اینطوری. چون همه جی میرزن تو خودشون. راست میگه. نه حاجی نه زنگ نزد. نه یه شماره قد بدم میاد این شماره زنگ میزنن هم وقت و بی وقت و فکر میکنی مثلا بانکیه چیز مهمیه زنگ زده اینا. الو هلو مام از دیز شیرین ناصری به میگی یس. میگه من از شرکت جاروبرقی فروشی فلان 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 زنگ زدم، آیا شما اخیراً در تصادف بودین؟ حالا ما که واقعا بودیم، ولی فقط زنگ میزنن ازت چیز کنن. بهش چی میگن به اینا؟ اسکم. کولد کال. آفرین آزاده. نه آب بکشیم بره دیگه. چی میگفتم؟ آه یکی از شما دانا جوابشو درست داد، گفت برن که همه چی میرزن تو خودشون. ولی اونی هم که تو گوشه کمد نگهداری میشه هستا. درسی که میخوندی تموم شد؟ ندا آره عزیزم، دیپلومم هم گرفتم، یعنی لایسنس و مدرکی هم که باید بگیریم گرفتم. پست کرده بودم نهیدی؟ یه 2 ماه پیش بود بکنم گرفتم. بچه ها عزیزایی که خارج از کشور هستین، من نمیدونم دیدین تو استوری میان نه، از 9 آپریل به مدت 4 هفته یعنی 4 جلسه 2 ساعته یه پکیج گذاشتم. میتونید برین روی وبسایت shirinaseri.co.uk ثبت نام کنین. 4 جلسه 2 ساعت هست که 4 تا از ابزارهای همین علم روانشناسی و علم NLP رو میخوام بهتون آموزش بدم، که دیگه یعنی با این آموزش شما خیلی چیزا دستتون میاد، به جای اینکه برین کوچینگ و در جلسات زیاد متعدد بخواد کوچ روی شما کار کنه. تو این 4 جلسه من به شما آموزش میدم، بخشی از این ابزارها رو بهتون آموزش میدم که بتونین در زندگی، در ارتباطات بین فردیتون به کار ببرید. فرصت خیلی خوبیه. چرا میگم برای ایرانی خارج از کشور، برای فارسی زبان خارج از کشور؟ چون باید توسط ویزا کارت پرداخت آنلاین انجام بدین، ولی بدانید و آگاه باشید که ظرفیتش هم محدوده و فقط 20 نفر رو قبول میکنم، چون میخوام درست حسابی بهتون یاد بدم. توی پست آخر که گذاشتم هم نوشتم که این 4 جلسه راجع به چی میخوایم صحبت کنیم. الان 2 تاشو یادمه، یکیش هست در مورد راپور میخوام بهتون صحبت کنم. راپور یک کلمه هست بگم فرانسوی obviously، که معنی فارسیش یکم سخته. من اگر اینجا بخوام بهتون توضیح بدم دیگه چیزی نمیمونه که بخوام اونجا توضیح بدم. نه ولی راپور یکی از سرفصلایی که میخوام راجع بهش صحبت کنم اینه که شما بفهمید با افراد مختلف چجوری باید چه چیزایی رو باید رعایت کنیم، به چه نکاتی باید توجه بشه، چه رفتاری از ما بروز داده بشه و چه رفتاری از ما بروز داده نشه، که شما بتونین با یک نفری که میخواید رابطه ای بسازید، چه در دنیای عاطفی، چه در دنیای حرفه‌ای، چه در دنیای هرچی، بتونید اون رابطه رو موفقیت آمیز جلو ببرید. لذا معهازا 20 نفر بیشتر نمیپذیرم برای این دوره. باید توان پرداخت از طریق ویزا کارت داشته باشید. سرفصلای هر جلسه رو توی پست آخرم براتون گذاشتم، امیدوارم که بیایید ببینمتون و میخوام بهتون در واقع چیز داستان، یعنی انگار اینه که من بخشی از اون درسی که خوندم و میخوام به شما یاد بدم. ورکشاپس. پریسا میگه اون شخصی که میگفت چرا ظرفشویی نمیخری کجاست؟ نگرانشه. پریسا نگو دیگه، تو هم به رو خودت نیار.
نظر همه بفهمن که ما وضعمون بده. تو دوره انگلیسی هست شیرین جان؟ یعنی چی قربونت برم؟ یعنی چی؟ نمیفهمم یعنی چی. به فارسیه بچه ها. راستی موژه هام رو نیلوفر برام کاشته. برید بچه های لندن نشین پیش نیلوفر، بسیار کارش خوبه. راضی هم ازش ها، طبیعی، سبک. اصلا یادم میره بعضی وقتا که اینا رو چشمای ما هست. قربونت برم پسرم، بذارین نشونتون بدم. سلام جنگل تلای مادر، قنبل هنای مادر، سوسیس سوسیس تلایی، خودت سوسیسی هایی. الهی فداد بشم من، الهی فداد بشم من. جگر تلای مادر، جگر تلای مادر، اچنگلان مادر، اچنگلان مادر، قنبل قنبل تلایی. چیز آها آره عزیزم، ورکشاپی که صحبت کردم به فارسیه. کم پشت خوبه دیگه باران جون. من نمیخواستم خیلی مصنوعی باشه، من همه چیو طبیعی دوست دارم، حتی مصنوعیشم باید طبیعی باش. یه بار موجه قهوهی بذار. ای جالبه، موجه قهوهی. اسم پسرم فلفله دانا، فلفل. چجوری نیلوفر جون رو پیدا کنم؟ بذار من بعد از لایو استوریم کنم، فکر کنم اسم پیج، بذار بیارم اسم پیجش ببینم رو کامپیوتر چیه. الان بهت میگم. دانا راستی من قهوه نمیخورم، این چای میوه‌ایه دارم میخورم. میگی دلت حواس قهوه کرده؟ بچه من امروز یه جلسه دیگه هم دارم، ساعت 5:30. خب یک دوست عزیز بیشوری اینجا هست، ما بندازیمشون بیرون صرفا سر جهت دیده شده. شیرین جون اون تتوی چینی رو دستت چیه؟ دانا جون لذت عشق، لذت عشق، جوی لاف، جوی لاف. با مهسا لایو ورزشی نمیذاری؟ نه دیگه قربونت برم. اسم پیج نیلوفر، نیلو لش. ها فکر کنم پیدا کردم. نه این نیست. آفرین آزاده. راپور یعنی واکنش متقابل و هماهنگ جهت تسهیل روابط. با تشکر از شما. حالا ما توی اون بخشایی که میخوایم توی 4 جلسه صحبت کنیم هم به اینها میپردازیم، هم یه چند تا اشانتیون هست که فقط به کسایی که ثبت نام کنن این اشانتیون ها رو میدیم. چی برام یادگیریش سخت نبود سم؟ شیرین جان لطفا جواب بده، شما زبانو کامل بلدی. ببین زبانو کامل بلدی که همیشه جا هست برای زبان یاد گرفتن، ولی آره من خدا قبول کنه زبانو انگلیسی رو کامل بلدم. از کار جدید براتون بگم. کار جدید یک کار به کار من اضافه شده دیگه الان، که تهیه کنندگی تلویزیونه. من همیشه بودم، تو این 3 سالی هم که من تو اومدم بیرون روی ویدئوهای کوچیک کار کردم، ولی دیگه آدم که نمیاد هر پروژه که کار کرده رو بخواد داد بزنه و اینا. پروژه های انگلیسی با چارلی رو پروژه های مختلف کار میکردیم، اما الان دوباره خب چون برای تلویزیون فارسی زبان دارم کار میکنم، به شما هم خبر دادم که الان دارم با شبکه افغانستان اینترنشنال کار میکنم، مثل ایران اینترنشنال، ولی خب برای افغانستان دیگه، هر کشوری خب یه اینترنشنال میخواد باز خودش داشته باشه حتما. بعد
براشون برنامه های غیر خبری میسازیم دیگه. ایشالله از این به بعد، حالا نوروزشون رو که ساختیم، بقیهش هم خدا بخواد اینا از ما راضی باشن و کارهای دیگه شون هم میکنیم. بذارینم چیز پیجشو به الان میگم بهتون آدرس پیج نیلوفر. بذاریدم دیگه چی؟ هنوز هم تمرین رقص داری؟ چون من هنوز برنامه چالش رقص که توی منطقه پخش شد رو روی لپتاپ دارم. ایفا چارلی I have to. مرسی، خیلی ممنون ایرانیان یوکی جان. مرسی آزاده جون، ممنونم نورلند عزیزم، ممنونم از همتون. مرسی فرانک جونم. های رضا. میگه والا من و تو که افتضاح شده به گوشت افغانستان اینترنشنال دیم. خب مهسا جون ایران اینترنشنال هم خوبه، من ایران اینترنشنال میپسندم، چرا اونو نگاه نمی کنی؟ موی صاف جذاب تایتو میکنه. مرسی فرزانه جون، سخته دیگه، این موی طبیعی منه دیگه، میرم حموم حوصله ندارم هر روز بخوام سشوار کنم بعدشم. اینم بر خودش قشنگی خودشو داره. خیلی سریع تایپ کردی، قربون شما. دست به تایپمون هم سریعه. ولی نیلوفر جواب نده. بذار از شهرزاد دی بسته اوند انرژی فراو دانک شون فیلن دانک زر فیلن دانک. چه مدا چی؟ چه مدل کافی میخوری؟ یادم نیست. Thank you. زنجیر چه خفره. بچه این گردن من داستان داره. این طلای 22 عیاره. پوز بدم. این مال مامانم بود. من که کلاس اول دبستان بودم، کادوی نوروز ما برای مامانمون گرفتیم، دادیم به مامانم. بعد دیگه من که اومدم انگلستانو، مامانم اینو داد که همراه هم باشه. لنگره به معنای لنگر چیه نشونش؟ What is لنگر چی میشه به انگلیسی بچه ها؟ Anchor sign. نه sign چیه؟ Symbol. Symbol of hope. سمبول امیده. لنگر. Initially tied to safety and stability. Over time the maritime anchor has also been used as a symbol for broader meanings. For example, as part of Christian tradition, the object has quickly become a message of hope towards the future. The anchor symbolizes a brilliant, happy life. آره به معنی کنگر خوردن و لنگر انداختن هم هست. این داستانش اینطوریه که شیرین لنگر میندازه، کنگر میخوره. آقا قسمت نیستش ما پیج نیلوفر رو براتون تبلیغ کنیم ها. میتونم من برم تو پیج خودم ببینم کیو فالو میکنم. فالوینگ اجازه بدید لحظه، الان میاد. آها پیدا کردم. خاطر جون خواهش میکنم، قربونت برم. بذار بچه یه لحظه سر صدا نکنی لطفا، یه لحظه خانوما، یه لحظه بیا. اینه آدرس پیجش، FPHI مثل فیلیپس، filashes.nilufar. فهمیدید؟
بذار بنویسم براتون. برای بچه‌ای که توی لندن هستین میخواین برین موژه بکارید، من موژه هامو نیلوفر درست کرده. دستشم درد نکنه. شیرین جان من 3 ساله اومدم ولی نمیتونم مثل تو حرف بزنم، مرضیه، چون من از بچگی انگلیسی حرف میزنم. شما نباید خودتو با کسی که از بچگی داره یه کاریو میکنه مقایسه کنه. اگر قبل از این انگلیسی صحبت نمیکردی، خب باید اولاً که بیفتی خودتو بندازی تو جامعه، باید بری انقدر نچسبین به فارسی زبانا، برید دوستای غیر ایرانی پیدا کنید، برید توی یه فضایی که میتونید، اگه آرایشگرید برید تو آرایشگاه های غیر ایرانی کار کنید، اگر نمیدونم دندون پزشکید برید توی دندون پزشکی غیر ایرانی کار کنید. نچسبید به فارسی زبان. انگلیسیتون بابا نوئل نمیاد درستش کنه بگه بی بودی ببدی بو، فارسیتون خوب بشه، چیز انگلیسیتون خوب بشه. پینک گر میگه قبلا یک آهنگ فرانسوی گذاشته بود خیلی قشنگ بود. آره بذار الان بهت پیداش کنم. میدی کنه وی نو بخت پرلو لو بلا بلا بوم بلنگل نبولیم بری بری بوم بلا افتادید ببخشید. یه بانو از این صدا در نمیاره. من برای اسپیکینگ به کمک نیاز دارم. هنوز هم کلاس داری؟ نه ولی کلاس ندارم. ببین شماها که میایین به من میگین هنوز کلاس داری، من هی دلم میخواد کلاس بذارم ولی بعد نمیتونم دلیور کنم برسم به همه اینها، بعد شرمنده اخلاق ورزشیتون میشم. بنابراین نه، باید بگم نه دیگه. یعنی در این حال که دلم هی میخواد بگم آره حالا بیاین شما دوتا اینا، ولی شماها میگین ولی نمیاید. یعنی من میگم باشه بیاین مثلا کلاس گروهی میذارم، بعد میگین نه این به تایم من نمیخوره، نه اون به تایم من، این روزش رو میتونی عوض کنی، وای مهمونی خالم بود نتونستم بیام، شیرینجون پس فردا اینترنتمون خراب بود و اینا، بعد وقت من میره هدر. نه که همه اینطوری باشن ها، من یعنی میگم که من اگر مطمئن باشم مثلا 10 تا دانش آموز دانشجو دارم که همه جلساتشونو میان که پولو میدن، فکر نمی کنن من باید چریتی مؤسسه خیریه راه بندازم، اون وقت من خودم بتونم بهتون کمک کنم. اما دنیا دنیای کاملی نیست، ما هیچ کی پرفکت نیستیم، میدونی؟ دانا جان خیلی وقت شما نیومدی لایو. پیشنهاد میکنم برید لایو گذشته بنده رو ببینید که وقت برنامه به چیزای تکراری اختصاص داده نشه. قربونتون برم. کمی براتون برقصم. اینو براتون میرقصم کمی براتون. بذا آهنگ فرانسوی برای بچه‌ها بذارین. چی بود؟ این بود. نه این نبود، این بود ها. ما به برنامه همون گیر نده یه آهنگ فرانسوی دیگه باید. اونی که از همه خیلی بیشتر است اینه اینه این خیلی دوست داشتم. On me dit que nos vies ne valent pas grand chose, elles passent en un instant comme frânent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu
m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? همه با هم شما رو بگیرید بالا. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien, qu'il nous promet. Il paraît que le bonheur est à portée de main. Alors on tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit. رمان انگلیسی معرفی کنم. رمان